در سالهای اخیر توجه جهانیان به ختنه دختران که در بسیاری از کشورهای افریقا و خاورمیانه اعمال می شود بیشتر شده و امروز این کار دیگر نه به عنوان بخشی از سنت و فرهنگ این جامعه ها بلکه به عنوان خشونت علیه دختران تلقی می شود و عملی است ناپسند و مستوجب مجازات. با این حال هنوز در بسیاری از کشورهای عمدتا مسلمان این کار صورت می گیرد. آیا ایران از این قاعده مستثناست؟ کامیل احمدی، مردم شناس و پژوهشگر در مسائل اجتماعی، اخیراً نتیجه تحقیقات چند سالش را زیر عنوان پژوهشی جامع بر ختنه زنان در ایران منتشر کرده که حقایق ناخوشایندی را بازگو می‌کند. او مهمان من در این برنامه است. آقای کامیل احمدی، به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. شما البته اخیراً ثمره تحقیقات چند سالتون رو در دو موضوع منتشر کردید، یکیش ختنه دخترانه و ازدواج زود هنگام کودکان در نواحی ایران. ازدواج کودکان البته موضوعیه که به خصوص از بعد از انقلاب اینجا اونجا مطرح شده و میشه کما کنین، ولی در مورد ختنه دختران به ندرت حرفی زده شده. واقعا میزان این ختنه دختران در نواحیتان تا چند داده است؟ من فکر کنم اگر این رو به تناسب جمعیت ایران اگر بگیریم مقدار خیلی ناچیز هست. فکر کنم اختلافی که اینجا بایستی ما در نظر بگیریم این که مردمانی که در ایران همکنون ختنه زنان رو انجام میدن یا انجام میدادن از گروه های سنی مذهب فرقه شافعی هستن که در چهار استان، سه استان کردنشین غرب کشور و یک استان جنوب ایران، هرمزگان، به قولی پراکندن. پس شما به نسبت جمعیت سنی های ایران، این همین چند درصدی که هستش، خب تعداد میتونه زیاد بشه. یعنی وقتی شما میگین از بین سنی های به اصطلاح پیرو شافعی هستن، در مورد اونها هم که همشون نیستن، یعنی بخشی از سنی های شافعی رو در بر میگیره. موضوع ختنه زنان یا ختنه دختران در ایران موضوعی هست که به تازگی واقعا رسانه‌ای شده. خبرهای هرچند کوتاهی در سال روز یا سالگرد این موضوع در 6 فوریه هر سال اونجا و اونجا پخش میشد، ولی شما بگید که تحقیق جامعی در این مورد انجام گرفته تا به کنون نبوده. و این زوایای پنهان این پدیده رو در ایران الان برای ما مشخص میکنه که ختنه زنان در ایران در استانهای قسمت کردنشین استان آذربایجان غربی تاریخاً وجود داشته و از طرف دسته کولی هایی که از کردستان عراق می اومده این کار انجام میشده و هم اکنون هم هراسچنگاهی در بعضی از نقاط مرزش انجام میشه در استان کردستان و منطقه اورامانات، مخصوصا در منطقه اورامانات و بعضی از روستاهای منطقه اورامانات همچنان شایع و رواج داره، زنده است این موضوع. یعنی در اینجا در واقع اون کسانی که این کار رو انجام میدن محلیه؟ به استثنای مناطق کردنشین آذربایجان غربی که نصف استان رو در بر میگیره، مستقلا این کار رو انجام نمیدن و این کار از طرف کولی های کرد کردستان عراق انجام میشه که معمولا از برز میگذرن و هارها و میان و کار ختنه و چیزهای دیگر رو انجام میدن، ولی در کردستان، استان کردستان و استان کرمانشاه و استان هرمزگان ختانهایی رو دارن محلی ها که بهشون دایه بی بی گفته میشه و خب مستقلا کار میکنن و مستقلا این عمل رو روی دخترها توی اون استان ها انجام میدن. حال آنکه در این استان ها چرا شافعی مذهب ها این رو انجام میدن و مثلا چرا حنفی و مالکی ها انجام نمیدن، چرا هموطنان بلوچ ما در شرق کشور با وجودی که سنی هستن، ترکمن ها یا جمعیت سنی پراکنده دیگه که ما در ایران داریم، فکر کنم اون تاکید امام شافعی بالاخص روی این موضوع هست، ولی دوباره این یه پیچیدگی خاص به خودش رو داره. مثلا شما در منطقه آذربایجان غربی، در منطقه کردنشین آذربایجان غربی، در جایی مثل خوی، ماکو، ارومیه،
شما کردهای کرمانی زبان با لهجه متفاوتی از کردهای سورانی زبان مثل بنده صحبت میکنن و اینها حتی یک نمونه هم شما نمیتونید موضوع خطنه رو پیدا کنید. شافعی هستن مثلا کردهای ترکیه با وجود اینکه شافعی هستن و کرد هستن این عمل رو انجام نمیدن، کردهای سوریه به همچنین. و خب ما میبینیم که قریب به اتفاق جمعیت کشورهای همجوار ما میتونن سنی باشن از قبیل کشورهای عربی و بعضی از مثلا کشور ترکیه، آذربایجان، جای مختلف، و ختنه زنان اونجا اصلا رواج نداره. خب این یه مقداری تناقض داره با این صحبتی که شما کردین که شاید علت این که بخشی از شافعی ها این کارو میکنن به علت تاکید خود امام شافعی سر این مسئله بوده باشه. خب این قاعدتا باعث در مورد بقیه شافعی هم باشه، چون الان شما خودتون گفتین که کردای شافعی ترکیه یا جای دیگه این کارو نمیکنه، فقط بخشی از شافعی های در داخل ایران و عراق این کارو میکنه. ببینید موضوع ختنه زنان در ایران واقعا هیچ مستند استناد تاریخی نمیشه بهش برگردون، چون چیزی هست بسیار تازه به قولی اکتشاف شده و در موردش نوشته میشه. ما هیچ سند تاریخی رو در مورد اقوام دیگر و مذاهب دیگر نداریم که آیا مثلا این در میان شیعیان یا در میان گروه های دیگر سه فرقه دیگر سنی ها انجام میشده یا نه. هر آنچه امام در مورد ختنه زنان در ایران میدونیم به صورت بسیار پراکنده در بعضی از نقاطی از این سه استانی که اسم بردم هست. مثلا شما توجه بفرمایید، ما در میدان کار به روستایی رو برمیخوردیم که درصد ختنه بسیار بالا بود و سه روستا اونورتر برای دو نسل منقرض شده بود. واقعا هیچ توضیح قابل استناد علمی رو من نمیتونم برای این کار بدم که چرا مثلا کردهای شافعی با وجود اینکه لهجهشون حالا فقط متفاوته این کار رو انجام میدن. شاید بعضی از مناطقی که تحت تسلط شیوخ محلی بودن، طریقت‌های نقشبندی و دیگران میشه این رو بهش ارتباط داد، ولی اگر این هم باشه پس چرا سنی مذهب‌های فارس زبان هرمزگان دارن این کار رو انجام میدن و پا به پای اونها خب بعضی از روستاها و مناطق شیعه نشین استان هرمزگان هم پا به پای سنی‌ها انجام میدن و یا میدادن. و خب این یک بحث عبور فرهنگی از فرهنگ به فرهنگ دیگر. مثلا در استان کرمانشاه نمونه جالبش اونجاست که شما کردهای شیعه مذهب رو میبینید که تاریخا انجام دادن زنهای بالای 40 به 50 سال معمولا ختنه شدن. حتی مواردی رو ما توی اقلیت‌های مذهبی تو همین استان و جاهای دیگر پیدا کردیم، مثل اهل حق، مثلا خانوم هایی که در منطقه سرپل زهاب، قصر شیرین و مناطقی از این قبیل زندگی میکردن باشون که صحبت کردیم از سنین بالا پیر زنان این سن هم ختنه شده بودن. در بین شیعه ها آیا به جز استان کرمانشاه جای دیگه برخوردین که این کار کرده باشن؟ بله، کرد های خب ایلام یه استان کردنشین هست که فقط شیعه مذهب هست و در مناطقی که هم مرز با استان کرمانشاه بود ما این پدیده رو پیدا کردیم و رد پایی از این پدیده رو پیدا کردیم. در جاهای دیگری از ایران، در دو استان خوزستان و جایی مثل بوشهر و مناطق مثلا خیلی عشیری و سنتیش، خیلی موارد اندکی بود ولی خب در سنین بالا معمولا ختنه شده بودن و بعد این رویه قطع میشد تا به استان هرمزگان میرسید و در استان هرمزگان یک دفعه در قسمت‌های جنوبی و جزایرش، مخصوصا جزیره قشم و هرمز، اونجا به شدت این بالا میگیره و درصدش خیلی خیلی بالاست. شما در جنوب استان فارس، منطقه لارستان به خصوص که عمدتا سنی نشین، جمعیت سنی نشین و شافعی اتفاقا کم هم نیست، آیا اونجا هم تحقیقاتی کردین که به نتیجه رسیده باشین؟ بله، ما لارستان رو، ما ابتدای این کار که این چهار استان انتخاب بشه واقعا تمام ایران رو اسکن کردیم، از تمام 31 استان نمونه برداری کردیم، فقط در این چهار استان بهش برخوردیم. منطقه لارستان با تفاوت تقریبا میشه گفت بیشتر فاحش فرهنگی که با جنوبتر استان داره و احساس میکنم یه قشر تحصیل کرده یا تقریبا میشه گفت راغب به هنر تئاتر، موسیقی و چیزهای از این قبیل هست، تأثیر خودش رو در بدن اجتماع به جا گذاشته. این به این معنا نیست که ما نمونه و نشانه هایی از ختنه رو در این منطقه نداشتیم و به مراتب کمتر بود. و شما به محض اینکه به جنوب استان میرفتید به جاهایی مثل بندر چارک، آفتاب، مخصوصا اطراف مینا و حول هوش بندر عباس و بعد به جزایرش که وارد میشدید این به شدت افت میگرفت.
رشد میگرفت. اوج میگرفت، یعنی بیشتر بود تا اون مناطق دیگه. حالا شما در مقدمه گذاشتید نگاهی گذرایی به تاریخ ختنه اصولا دارین و اونجا توضیح میدین که شاید منشأ اون از مصر باستان در زمان فرعون ها بوده باشه. اینو حدس و گمانه یا اینکه استنادی هم دارید به این؟ یعنی سندی دارید؟ من زمانی که اینجا دانشجو بودم در انگلستان، تابستان ها رو برای امور خیریه در آفریقا، آفریقای مرکزی کار میکردم و موضوع ختنه آنجا بود که شروع شد و یک داستان، واقعا یک داستان حقیقت شخصی که درش نهفته است و این به این شکل بود که من اونجا زمانی که کار میکردم اکیپ های خیلی مجهزی از سازمان ملل، بخش یونیسف، بخش کودکان سازمان ملل داشتن روی موضوع ختنه دختران و زنان توی روستاهای این کشورهای آفریقایی داشتن کار میکردن. من یه خاطرات گنگ و مبهمی از بچگی یادم بود که معمولا صحبت میشد از ختنه زنان در دوران بچگی و این برای من واقعا یک تفکری رو به وجود آورد که شاید این موضوع همچنان وجود داشته باشه در جایی که من ازش اومدم، مناطق نقده، پیرانشهر، مهابات، در استان آذربایجان غربی. و در اولین فرصتی که اتفاقا من برگشتم نگاه کردم که موضوع ختنه زنان اون خاطرات گنگ من اون رو تایید کرد. منشأ ختنه زنان بله در آفریقا هست، از آفریقا مثل اینکه مبدأش اونجا بوده و بعد پراکنده شده. در جسدهای مومیایی شده فراعنه مصر که هم اکنون نمونه هاش در موزه قاهره موجود هست، با زمانی که من اونجا بودم اتفاقا ما با چشمان خودمون دیدیم و در دستگاه اکسری و نگاه کردیم، دیدیم زنان آن موقع ملکه و ملک ها ختنه شدن. پس این ارتباط مستقیم واقعا به ادیان کنونی نداره، به ادیان سازمان یافته شده نداره. پدیده ای هست فرهنگی سنتی و با یک احتمالاً دید بسیار قوی مرد سالارانه در پس این عمل و هم اکنون ما این رو به وفور توی دین اسلام یا در این فرقه خاص داریم، ولی این به این معنی نیست که ادیان دیگر این کار رو انجام ندادن یا نمیدن. مثلا در میان یهودیان کشور اریتریه و اتیوپی و مسیحیای کشورهای آفریقا، بعضی از کشورهای آفریقایی همچنان رواج داره و در بعضی از ادیان بومی که خب ادیان کوچک محلی هستن در آفریقا یا جاهایی مثلا همچون که عرض کردم در ایران در میان قبایل مختلف وجود داره. قطعا شما در به اصطلاح پروسه تحقیقاتتون به متون اسلامی هم مراجعه کردید و احتمالا قرآن هم مطالعه کردید در این زمینه. آیا در متون اسلامی و به خصوص در قرآن چیزی راجع به ختنه دختران اومده؟ در خود کتاب قرآن که اتفاقا چون درست حد زدید من میبایست این کار رو میکردم و مطالعه میکردم و در تمام کتابهای دینی و ترجمه آنهایی که من دیدم و خوندم و مخصوصا قرآن که دو دفعه مکرر من خیلی با حساسیت بهش نگاه کردم و خوندم، هیچ جایی از متن و تکست کتاب قرآن اشاره ای به ختنه نداره، نه در ختنه زنان و نه ختنه مردان، نه ابناء و سنان، اصلا همچین موضوعی اونجا موضوعیت نداره. روایت های درجه دو و سه، چون روایت ها از درجه یک و دو و سه هستن، از پیامبر نقل شده، مخصوصا یک حدیثی یا یک روایتی هست که یک خانومی که ختان بوده آن زمان با عقبه یهودی و به اسم ابو حنیفه، این تنها روایت تقریبا میشه گفت معتبری هست که مبلغان دینی یا رهبران دینی بهش اشاره میکنن و میگن خب این موضوعیت داشته. برای همین ختنه زنان واقعا نمیشه در اسلام انکار شد که وجود داشته. هر آن که فرقه های دیگر یا مذهب های دیگر در خود دین اسلام انجام نمیدن، ولی خب منکر بر موجودیتش نیستن. خب حالا این کار، این تحقیق در مورد این گونه مسائل به خصوص ختنه دختران قاعدتا باید کار بسیار دشواری بوده باشه، برای اینکه شما خیلی راحت نیست برین در خونه مردم و بپرسین که مثلا آیا دخترانتون ختنه کردین، یا از خود خانم ها بپرسین آیا ختنه شدید یا نه. چه مشکلاتی سر راهتون بود برای این کار؟ در ابتدا چون کار یک کار عمدتاً زنانه ای بود، افرادی که من باشون کار میکردم و
به قولی پرسشگر بودند در این کار علمی، خودشون زن بودند و دختران جوان دانشجویی بودند که یا در این موضوعات خاص کار میکردن، میخواستن کار کنن، یا اینکه این رو به عنوان یک کار انتخاب کرده بودند. حال آنکه وظیفه من نوعی به عنوان مرد بیشتر سر و کار داشتن و صحبت کردن و همین رویه پرسشگری رو با مردان روستا و با رهبران دینی و با کدخداهایی که در اون مناطق زینف و زینفوز بودن انجام میدادم، چون این تحقیق تقریبا میشه گفت از آنجا منحصر به فرد هست که دیدگاه مردها رو هم به میدان میکشه و فقط به زنها نیست که میپردازه. خب ما این رو با مشکلات خیلی تقریبا میشه گفت عدیده ای انجام دادیم، ولی خب همیشه در سبک کار ما به عنوان مردم شناسی ترفندهای فرهنگی وجود داره که بتونیم کار رو انجام بدیم بدون اینکه واقعا باعث زحمت خب اهالی بشیم. مثلا یکی از کارهایی که انجام میدادیم این بود که حتما ما از عناصر و پتانسیل های محلی همون منطقه استفاده میکردیم، از راهنماهای محلی که خود اهالی اونجا بودن، قابل اعتماد بودن و با لباس محلی کار میکردیم و با زبان محلی ما این پرسش را از اهالی میپرسیدیم و خب یه تقریبا جزئیات و ظریفکاری هایی در این کار هست، اعتماد مردم رو جلب میکردیم و قاعدتا هم بایستی این کار رو میکردیم. حالا شما چند سال روی این پروژه کار کردید؟ در مجموع وقتی که این سالها رو نگاه میکنین، وقتی شروع کردین و قطعاً از اون به بعدش هم دنبال میکنید که چی داری میگذارید در اونجا، شما فکر میکنید این در مجموع یک روند رو به مرگ، یعنی داره از بین میره، یا اینکه احیانا در جاهایی داره زیاد میشه؟ از ابتدای زمانی که من ختنه زنان رو مورد توجه قرار دادم برمیگرده به چیزی در حدود 13-12 سال قبل و آن زمان بود که من تقریبا میشه گفت اولین سنسورهای من نسبت به این مسئله حساس شد و در مقطع‌های مختلف من روش کار کردم و خاصا در این چند سال اخیر که در نهایت تحقیق به پایان رسید. آن که من مشاهده کردم یک بحث علمی هست و یک بحث دیدگاه شخصیم هست. از لحاظ علمی من تحقیقی رو انجام دادم که میبایست استراتژی هایی رو برای این کار علمی به کار میبردم. یکی از کارهایی که ما در میدان کار انجام دادیم این بود که به نوعی در مواردی مداخله میکردیم و وارد یک روستایی میشدیم در یک استان، چند نقطه ای رو انتخاب میکردیم به عنوان آزمایشی و پایلوت و مردمان این روستا رو آموزش میدادیم برای خطراتی که ختنه زنان داره، مثلا کاهش میل جنسی رو باعث میشه، سردمجاز در زندگی زناشویی رو ایجاد میکنه، رشد طلاق رو بالا میبره و خب خیلی از موارد مسائل دیگری که خب به روان یک بچه‌ای که شما بدون هیچ پیش زمینه‌ای، بدون هیچ اعمال بهداشتی و تقریبا میشه گفت معالجه یا بیهوش کردن این بچه، شما قسمتی از بدن این بچه رو با تیغ ریش تراشی مردانه میبرید و مسئله از این قبیل، اثرات روانی که بر این بچه میگذاره، ما اینا رو آموزش میدادیم به اهالی و میگفتیم که خب با وجود اینکه این خطرات رو داره، شما فکر میکنید که آیا این رو میخواید روی بچه‌تون انجام بدید یا نه؟ و با این سوال اینها رو ما ترک میکردیم. یک سال یا دو سال بعد به همین روستا، به همین نقطه برمیگشتیم و درصد موفقیت این آموزش رو میسنجیدیم، چون این مردمان واقعا نمیدونستن که ختنه دو و بسیار موفقیت آمیز بود و در جاهای دیگری در همین استان ما اصلا مداخله ای نمیکردیم و بعد که موقعی که برمیگشتیم میدیدیم که این روند دوباره اونجا رو به کاهش، ولی با صورت خیلی کمتر به دلایل مختلف، مثلا اینکه خطانی که اونجا هست، اون پیرزنی که این کار رو برای امرار معاش یا عقیده باور فرهنگی و دینیش انجام میده، مثلا از دنیا رفته و کسی جایگزین نیست، مثلا اینکه مردمان اون منطقه دارن فیلم های آموزشی ماهواره‌ای رو با زبان کردی از کردستان عراق دارن نگاه میکنن، یا شبکه های دینی که ممکنه در نهی این عمل خطاب بدن، یا اینکه خود این روستا قشر تحصیل کرده جوانی رو داره که به خارج از منطقه یا استان رفته به دانشگاه و برمیگرده با یک اطلاعات و خب در نهایت این در مجموع رو به کاهش دیگه، بله یک جامعه سنتی رو به مدرنیته که فکر کنم مثل هر چیز دیگه. حالا شما مثلا این تحقیقات خب مفصلی 4 سال روز زحمت کشیدید کار کردید، اینو آیا سازمان هایی در داخل کشور یا دولت یا جای دیگه به شما کمک کردن از نظر
مالی تامینتون کردن برای کار؟ این کار بار مالی زیادی واقعا نداشت. اگر بشه مالا اگر حسابش کرد. ولی خب من به شخص کمک زیادی رو واقعا میطلبیدم برای تحصیل و آسان کردن روند این کار به نسبت وسعت جغرافیایی که این کار میطلبید و نیروی انسانی که میطلبید. هر آنچه که اتفاق افتاد خیلی کم بود این جلب حمایت‌های، مخصوصا در اوایل کار واقعا یک دیوار بسیار بلندی از انکار وجود داشت که اصلا ختنه زنان وجود نداره و اون ادبیات تقریبا میشه گفت رسمی در اداراتی مثل استانداری‌های این منطقه، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت و درمان این بود که نمیخواستن واقعا گوش بدن و اصلا حالا چون وقتمون خود کمی بود به مسائل دیگه بپردازیم، آیا الان مسئولان و دولت به طور کلی قبول کرده که یه همچون موزلی در ایران وجود داره؟ من همیشه باورم برای این بوده همیشه در میان دولت‌ها افرادی هستن که خیرخواهن و افرادی هستن که خوبن، مدیرانی هستن که لایقن، هرچند کم و زیاد ولی همیشه در میان دولت‌ها هستن. و ایران هم مستثنا از این نیست. من در واقع می‌خوام بگم که افرادی قبول کردن ولی در مجموع به عنوان دولت قبول نشدن. هم اکنون در ایران افرادی هستن که بعضیشون به ناگزیر قبول کردن و بعضیشون میدونن که مسائلی از این قبیل اتفاق میفته. کاری هم دارن میکنن براش؟ صحبت هایی در میان هست و خب معمولا شما میدونید که در ایران کارها خیلی آهسته و یواش پیش میره، ولی حداقل اگر پیش بره من فکر کنم یک اثر بسیار مثبتی رو بر بدن اجتماع. توصیه شما به دولت چیه؟ حالا با این گزارش تهیه کردید و من میدونم که در پایان گزارشتون یه سری توصیه کردید که این کارو باید انجام بشه. چند نمونهشو خیلی کوتاه اگه بگید با توجه به ضیق وقتی. ببینید عدم آگاهی که الان برای خود مردمی که ختنه رو انجام میدن یکی از بزرگترین معضلاته. من فکر کنم این آموزش اگر داده بشه از پتانسیل های خود سیستم و دولت در این منطقه، مخصوصا خانه های بهداشتی که الان به وفور در تمام روستاها یافت میشه یا در اکثر روستاها، میتونه واقعا منبع و استارت خوبی باشه برای دادن آموزش به محلی ها، از محلی ها به محلی ها. این یک کاری از خود بر خود هست و چون ممکنه که اختلاف مذهب یا اختلاف فرهنگ وجود داشته باشه با مرکزیت، پس بهتر این هست از پتانسیل های محلی، از انجیو های محلی و از کارمند های محلی همین اداراتی مثل سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش برای آموزش دادن بچه ها و والدین و مراکز بهداشت توسط خود این کارمندان به اهالی داده بشه. مبلغان دینی، رهبران دینی بسیار بسیار موثرن، میتونن نقش بسیار فوق‌العاده‌ای رو ایفا کنن و رهبران اجتماعی، بازیگرها، افراد سرشناسی که مال این منطقه هستن و مورد اعتمادن، در نهایت یک همت کوچیکی رو از طرف سیستم میطلبه که چون مقدار و جمعیت موضوع ختنه در ایران چندان زیاد نیست ولی به خودی خود چون ناقض حقوق کودک هست و در پس این تفکر یک تفکر مردسالارانه هست که شما میل جنسی یک انسان دیگری رو کنترل میکنید به خاطر خواسته خودتون، مشکل دقیقا تو اون نقطه هست و اینجا هستش که من فکر کنم یکی از مفاد خیلی مهم حقوق شهروندی هست که باش بهش پرداخته بشه. خب البته موضوع دومی که شما تحقیق کردید مسئله ازدواج کودکان هست. وقتی ما صحبت از ازدواج کودکان میکنیم منظور چه سنی هست؟ همچنان که خودتون در ابتدای این برنامه گفتید ازدواج کودکان به همانند ختنه زنان نیست، بهش پرداخته شده، خبرهای خبری شده، رسانه‌ای شده و تحقیقی که من به مدت 2 سال در ایران انجام دادم به نسبت دوباره وسعت و جغرافیایی که بوده در 7 استان میشه گفت یک تحقیق جامعه تری هست که الان داره زوایای پنهان این کار رو داره به ما نشون میده. هر آنچه که سازمان ملل به عنوان سن قانونی و سن بزرگسالی یک بچه به دوران بزرگسالی در نظر گرفته 18 سال هست، یعنی از 18 سالی به بالا هست که به بزرگسال خطاب میشه و به پایین بچه، و اگر من سن رو روی سن 18 قرار بدم هر ازدواجی که در ایران یا در هر جای دنیا اتفاق بیفته ازدواج کودک و زود هنگام کودکان میشه خطابش کرد. حالا کم سن ترین موردی که بهش برخورد کردین مثلا چی بوده؟ 8 ساله خانومی بودن، حالا اسم نمیبرم، بچه‌ای بودن که در یکی از روستاهای میاندواب
در استان آذربایجانش غربی ما بهش برخوردیم و 8 سالش و 8 سال 3 ماهش بود. بله سوم ابتدایی. یعنی در واقع این از نظر به اصطلاح شرع هم درست نیست، چون برای سن شرعی ظاهرا 9 سال برای دخترها. ما قوانین بسیار خوبی رو در زمان شاه داشتیم که 20 سال رو برای پسر و 18 سال رو برای دختر داشت. بله. در اوایل این که در خیلی مواد اجرا نمی‌شد. نمی‌شد قانون دقیق. بله. و همچنان که پدر و مادرهای ما نسل‌های پیش از ما می‌بینیم که سن ازدواج بسیار پایین بوده اون موقع، ولی حداقل در تقریبا میشه گفت لایه‌ای از حفاظت قانونی براش وجود داشت. هر آنچه که ما بعد از انقلاب بهش برخورد کردیم تغییر و تحول بسیار شگرفی بر تمام قوانین بود و این قوانین رو ما شرعی کردیم و اسلامی کردیم و مستثنا نیست قانون حمایت از خانواده و ازدواج. و اونجا بود که این سن به 13 برای دختر و به 15 برای پسر رسید، به مراتب کمتر و بعداً بیشتر شد. ولی خب یک تبصره‌ای که درش گنجانده شده، شما در سن 13 سالی میتونید دختر رو با اذن و اجازه ولی و با رأی دادگاه تا 9 سالگی هم شما شوهر بدید. حالا شما تو تحقیقاتون باز دوباره مثل تحقیقات در مورد ختنه دختران یه سری توصیه هایی کردید سر این مسئله که انجام بشه. خب ازدواج کودکان همیشه مخالفانی در درون خود سیستم و نظام هم داشته، در میان مردم و کنشگران اجتماعی داشته و هم اکنون ما لایه هایی رو میبینیم که در شورای نگهبان فعلا منتظر بازبینی هستن که این سن ازدواج بایستی بالا برده بشه. توصیه من مثل فکر کنم بیشتر فعالین این حوزه این هست که حداقل اگر معقول تر به موضوع نگاه کنیم، اینکه حداقل سن ازدواج رو مقداری بالا ببریم در وهله اول و این مقداری سن ازدواج رو بالا بردن حداقل ما میتونیم از آسیب های روانی جسمی و جنسی به این کودکان عزیز میتونیم صرف نظر کنیم یا وضعیت رو بهبود ببخشیم. آقای کامیل احمدی خیلی متشکرم شرکتتون در برنامه. ممنون از شما. شکر.